بارندگی ناشی از طوفان هاروی در بخش‌هایی از ایالت تگزاس متوقف شده، اما ایالت همجوار آن لوئیزیانا طعمه بعدی این طوفان بود. در همین حال مردم و مقامات در هر دو ایالت کمک رسانی به آنهایی که در سیلاب‌ها گیر افتادند را پیگیری می‌کنند. داوطلبان این پیگیری را الگویی توصیف کردند که سیاستمداران در واشنگتن می‌توانند از آن برای حل مشکلات درس بگیرند. مهدی آرامی گزارش می‌دهد. طوفان هاروی با دور شدن از خلیج مکزیک تضعیف شده است، اما کارشناسان هواشناسی میگویند هنوز خطر سیلاب‌های بیشتر در جنوب شرقی ایالت تگزاس و بخش‌هایی از ایالت لوئیزیانا وجود دارد. اینجا که به نظر رودخانه است تا همین چند روز قبل جاده و ریل قطار بود. داوطلبان در جستجوی آنهایی هستند که هنوز از سیلاب نجات پیدا نکردند. پیتر که از خانواده مهاجری از ویتنام است میگوید داوطلبان اصلا شناختی ندارند و فرقی نمی کند چه رنگ و نژادی دارند، اما همه اعضای خانواده هستند که باید به هم کمک کنند. ما به بخش مرکزی هیوستن رفتیم و چند نفر را که در خانه هایشان گیر کرده بودند نجات دادیم. دبی وینترز خانه و زندگیش زیر آب رفته است. آب تا طبقه دوم و بعد طبقه سوم رسید. ما از خانه بیرون رفته بودیم، اما دوست پسرم گفت میخواهد با قایقش برای نجات مردم کمک کند. داوطلبان میگویند تلاش برای نجات مردم از سیلاب، اهدای غذا، آب و اقلام مورد نیاز فوری به سیاستمداران نشان میدهد که چگونه باید در این گونه شرایط عمل کرد. اگر دموکرات ها و جمهوری خواهان و قوه قضایی و اجرایی بفهمند که چگونه مردمی که از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کار میکنند برای نجات هم نوعانشان در زمان نیاز در کنار هم تلاش میکنند، آن وقت میتوانند یاد بگیرند که مانند این داوطلبان در کنار هم باشند. سازمان مدیریت موارد اضطراری فیما میگوید پرداخت کمک هزینه را برای مردمی که از پناهگاه‌های موقت به هتل‌ها منتقل شوند آغاز کرده است. سیلوستر ترنر شهردار هیوستن از کمک‌های دولت فدرال قدردانی کرده است. همه باید با در نظر گرفتن شرایط اضطراری عمل کنیم. مردم عملکرد ما را نه فقط بر اساس کمک‌های اولیه، بلکه تا آخر، یعنی جبران خسارت قضاوت می‌کنند. پیش بینی می‌شود خسارات ناشی از هاروی بالغ بر 10 میلیارد دلار شود. مهدی آرامی، صدای آمریکا، واشنگتن.